داوود گیلمورادی متخلص به دیوید گیلمور در یکی از روستاهای سرسبز گیلان چشم به جهان گشود. وی که از کودکی به موسیقی علاقه داشت با تشت زنی پا به عرصه موسیقی گذاشت. در واقع بنا بود ساز محلی هنگ درام نخستین ساز وی باشد، ولی با توجه به قیمت گزاف این ساز پدر تشت را جایگزین مناسب تری دید. از آنجایی که اشتیاق وی به موسیقی وصف ناپذیر بود، بعد از سالها تمرین و ممارست، داوود به عنوان میتروپچی یا همان ارکست در مراسم عروسی مشغول به کار شد. در یکی از همین عروسی ها، داماد که تحت تأثیر نوازندگی بی نظیر داوود قرار گرفته بود، از وی دعوت کرد تا به گروهشان بپیوندند. و داماد کسی نبود جز نیک محسنی که بعدها به نیک میسن تغییر نام داد. نیک محسنی به همراه باجناق پسرخاله خود سید براتی گروهی را تشکیل دادند و با دخول داوود گروه رنگ کامل تر شدن به خود گرفت. اما پدر داوود که مخالف این رویه بود، از داوود خواست شغل پدران خود یعنی دامداری را ادامه داده و در کنارش به موسیقی هم بپردازد. از این رو داوود هر روز بعد از تمرین گوسفندان را به چرا می برد تا جوابی برای چراهایشان پیدا کنند. ولی چه کسی جواب چراهای داوود را می داد؟ داوود مجنون و شیفته دختری شده بود که جاری همسایه‌شان بعد از مراسم ختم انعام به مادر داوود معرفی کرده بود، دختری به نام هاجر. شایعاتی مبنی بر این وجود دارد که داوود آهنگ زرد ملیجه را برای هاجر نوشته که بعد از انتشار آلبوم به The Girl in the Yellow Dress ترجمه شد. هاجر و راجر خواهر برادر بوده و این چنین بود که به واسطه هاجر راجر هم به گروه ملحق شد و گروه پینک فلوید را تشکیل دادند. در واقع داوود شوهر خواهر راجر واترز میشه دیگه. بعد انتشار آهنگ Another Brick in the Wall موجی از اعتراضات بناها را به دنبال داشت. بناهای معترض با شعار دیوید دیوید او اس آ اعتراض خود را به این آهنگ نشان داد. داوود در بیانیه‌ای تاکید داشت که آهنگ Another Brick in the Wall را برای پسرعمویش نادر گیلمورادی سروده بود و قصد هیچ گونه توهینی به بناهای عزیز نداشته. و حالا امروز داوود در دوران بازنشستگی خود به آرایشگری مشغول است و البته در مغازه خود برنج هم می فروشد و معمولاً اوقات فراغت خود را با دیگر اهالی روستا در چایخانه می گذراند.